عنوان درس پنجم هست Objective Pronouns یعنی زمایر مفعولی قبل از اینکه راجع به زمایر مفعولی توضیح بدم میخوام بگم که اصلا مفعول چی هست مفعول کلمه که کار یا عملی روش انجام میشه در زبان فارسی برای تشخیص دادن مفعول از دو تا سوال استفاده میکنیم چه کسی را چه چیزی را به این مثال توجه کنید میگم که من او را میشناسم الان میپرسم چه کسی را او را بنابراین در این جمله او میشه مفعول ما من او را میشناسم در زبان انگلیسی مفعول به غیر از این دو تا سوال دو تا نشونه دیگه هم داره اولیش بعد از فعل میاد دومی بعد از حرف اضافه میاد الان بریم با هم دیگه چند تا مثال ببینیم بریم سراغ مثال اول I know Ellie من علی را می این همون نشونه اوله نشونه دوم I like Ellie علی بعد از فعل اومده و اینجا مفعول ما هست شماره سه I work with Ellie with حرف اضافه ما هست و بعد از حرف اضافه کلمه علی اومده بنابراین علی مفعول ما هستش رسمت قصد داریم که با زمایر مفعولی در زبان انگلیسی آشنا بشیم زمایر مفعولی به دو گروه مفرد و جمع تقسیم میشن زمایر مفعولی مفرد می یو هم her it اگر که جمع باشه us you them اینها ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی هستند الان که با زمایر مفعولی در زبان انگلیسی آشنا شدیم بریم که این تمرین رو انجام بدیم. جمله شماره یک I am reading the book To my little sister. I am reading the book to my little sister. My little sister بعد از حرف اضافی تو اومده. بنابراین my little sister میشه مفعول. میتونم بگم I am reading the book to her. I'm reading the book to her. شماره دو. My father is writing a letter to John. John, بعد از حرفه‌زوفی now که my father is writing a letter to him. شماریسه. I don't know the answer. The answer بعد از began I don't know it. شماریچه حال. The boys are riding their bikes. Their bikes بعد از فعل ride اومده. دو چرخه هایشان رو سوار شدن. میگم The boys are riding them. شوهای پنج Can you help my sister and me please? My sister and me بعد از فعل help اومده. میگم Can you help us please? Can you help us please? Do you love Jaifali? Do you love him? do? I want to play with them. I want to play with them. say, Look at her. She is very beautiful. Don't you know we live here? Don't you know us? We live here. Number five Where is the mouse? I can see it. تو اینجا یه نکته بسیار مهم در رابطه با زمایر مفعولی داریم. به این جملات توجه کنید. I enter the room. They go to school. درسته که اینجا the room بعد از فعل اومده و school هم بعد از حرف اضافه اومده. اما هیچ کدوم از اینها مفعول نیستند. اینها قید مکان هستند. بنابراین مفعول رو ما هم رو فعل هایی میتونیم استفاده کنیم که نیاز به مفعول دارند و بعدش میتونیم این مفعول ها رو تبدیل کنیم به زمایر مفعولی اما در اینجا the room و school مفعول نیستن بلکه قید مکان هستند. بنابراین از زمایر مفعولی برای اونها نمیتونیم استفاده کنیم درس این جلسه هم همینجا به پایان میرسه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم موفق و پیروز باشید